برخلاف تبلیغات دنیای غرب و نوکرانشان، یکی ما رو مزدور پنجاب میگفت، یکی مزدور ایران میگفت. جالبه که چند روز پیش جناب فرزند او قهرمان میگه پاکستان حق داره داخل افغانستان بیا چیکار کنه، حمله کنه. شاعر از نار میگینه که حتی پنشیر رو بجم ایران، از دورترین نقطه ایران به تو سلام میگیم، به رهبر ایران میگه. کی مزدور بود؟ کی تعصبات قومی دست میزد؟ در هر وزارت کوشش میکرد قوم و طایفه خود از او باشه. اما شاید امروز فکر کنم 82 نفره نه؟ 82 مؤسل از شما پرسیده شد که تو کدام قوم هستی، از کدام طایفه هستی؟ نشده شده؟ فقط اهلیت را از شما سوال میکنه. اگر اهل بودی، اگر دانا بودی و به این وطن وفادار بودی، هر قوم و هر طایفه هستی نور چشم ما هست. اما اگر خیانت کردی، اگر خدای نکرده متعهد نبودی، اگر برادر ما هم باشی، سالها در کنج، در کنار ما در سنگر هم بوده باشی، پیش ما جای نداری. به خاطر چی؟ به خاطر که این مسئولیت الله متعال و تمام و عمرا می سپاره. ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. امانت باید به اهل سپرده بشه. اگر خدای نکرده یک آدمی که در رشته ادبیات یا در رشته علوم دینی فارغ شده، اگر او بگی برو پیلوت، تیارت به دست از او بده، چیکار میکنه؟ قیامت رو برپا میکنه بر او مسافرها و بر او تیاره. انسان نااهل اگر در وظیفه سپرده میشه به وظیفه، همون نااهلی وجود میاره. اما متاسفانه فعلا بعضی به نام متخصص هست، کار نمیکنه، تعهد نداره، تخصص داره. این مشکل ما و شما هست، فقط به فکر معاش هست. در طول 2 سال ما در اداره تعلیمات تکنیکی مسلکی آدمای بسیار در سطح بالای ما استخدام کردیم، در سطح دکترا، در سطح متخصصین. اما همین متخصصین بعض وقتا یک لحظه هم به درد ما نخورده. همین داخل موتر که می آمدیم، یک کس ما استخدام کردیم، بودیم مسلمان از روز که آمده، روز اول بسیار گپای چرب و نرم میگه، حالا آمده، اصلا ما او رو نمی‌بینیم کجا هست. اینا مشکل از این چیه؟ مشکل از اینه که ما برخلاف اسلام کار طاعت و عبادت نمیدانیم. یک مسلمان در وقت شروع شما که میان به نام طاعت و عبادت شروع کنی، یا الله امروز میرم به خاطر این ملت، به خاطر این وطن من خدمت میکنم، این کاری که شما میکنیم با نیت خود میتونیم تبدیل به عبادت بکنیم. عبادت است، هم کار میکنی، هم خرج و زن بچه پیدا میکنی، هم فامیل در کنار از اون کار تو عبادت محسوب میشه. اما فعلا متاسفانه بیشتر کسایی که بگیم تخصص داره، نه تعهد با خدا داره، نه تعهد به ملت داره، نه تعهد به این جامعه و این مردم فقیر و مظلوم داره. دیدیم ما شما تیار از این میدان حرکت میکرد، این ویتنام، حتی بدتر از ویتنام آویزان بود. کجا بودن؟ متخصصین بود. اما کسایی که سالها تربیه دست اونا بود همه رفت. فعلا کی مانده؟ همین ما و شما مانده. پس وطن را کی میسازه؟ همین ما و شما میسازیم، بدون از اینکه تعصب باشه، بدون از اینکه خدای نکرده غرض باشه. فقط از امارت اسلامی از شما یک چیز میخواهی که فساد نداشته باشه، تعهد داشته باشه به وطن و به وظیفه خود و به کار خود. دیگه توقعی بسیار سنگین و سختی نیست، همه ما همین از شما میخواهیم. فلذا خوشحالم که امروز شما بزرگواران در کنار از اینکه سند فراغت رو میگیریم، سند مکتوب استخدام رو هم میگیریم. ما هم خوشحالیم، ما خوشحالیم که شما جوانان وظیفه داشته باشیم. و فعلا در همه بخش کار الحمدلله روانه. در بخش خط آهن ریل شما ببینید بهترین کارها روانه، اینستیتوت ما ساختیم. در بخش زراعت الحمدلله کانال قشتپه اگر جور بشه خیلی جور شده، الحمدلله پیشرفت خوب ما شما داریم. در بخش سرکسازی، در بخش نیروهای امنیتی وزارت دفاع و داخل بهترین امنیت داره که چلو چند کشور بود در اینجگاه امنیت خود تامین کرده نمیتونست. اما همین جوانایی که اینها بدترین ها معرفی میکردن، همون جوانا امروز فعلا بهترین امنیت وجود آورده.
در وقت فقیر از دست فقر زندگی نداشت و غنی هم از دست اختطاف زندگی نداشت و مامور هم از دست رشوه و ارتشاء در جا مقرر میشد باید 10 برابر از این به مافوق میداد. فعلا این چیزا وجود نداره. هر کس اهل باشه، هر کس استعداد داشته باشه، در این وطن خانه از او هست، جای داره و از او کار گرفته میشه و این وطن به همه شما نیاز داره و این وطن بالای همه شما حق داره.